برای درست کردن یک کباب دیگی واقعا متفاوت، ابتدا لازمه که منو لایک کنی و برای حمایت اگر سابسکرایب نداری سریع سابسکرایب کن که ویدیوهای دیگرم از دست ندی. خب من دو تا فلفل کاپی قرمز و سبز داشتم به علاوه دو تا فلفل تون که اونا رو ریز میکنم. بعد از اون 400 گرم گوشت چرخ کرده که بهش یک قاشق چای خوری ادویه کاری و یک قاشق و نیم نمک اضافه میکنم که نمک باعث میشه که چسبندگی بهتری بده گوشت. به علاوه یک قاشق چای خوری زردچوبه و پودر زنجبیل. به علاوه مقداری فلفل سیاه. بعد از اون هم فلفلا رو بهش اضافه میکنم به علاوه یک حبه سیر له شده. میتونید از پودر سیر هم استفاده کنید. ورز بدید که کاملا مواد با هم مخلوط بشه. بعد از اون روی تخته کارتون یه دونه کیسه فریزر بیارید و یه قالب کمربندی که نیاز داریم به وسیله این قالب گوشت و داخلش به خوبی پهن کنیم. به همین شکلی که میبینید من پهن میکنم و قالب رو میکشم بیرون. قالب رو که کشیدیم بیرون دوباره روی گوشت و یک کیسه فریزر قرار بدین. دو تا چونه این مدلی باید درست کنید و اندازه هر کدوم 200 گرم و بذاریدش به مدت نیم ساعت توی فریزر که خودشو بگیره. بعد از اون هم 4 تا گوجه فرنگی بزرگو خرد کنید، حالا رنده کنید یا داخل میکسر بریزید و پوره کنید. بذارید روی حرارت که کمی آبش کشیده بشه. بهش یک قاشق چای خوری نمک، یک قاشق چای خوری زنجبیل و دو قاشق غذاخوری هم رب گوجه اضافه کنید. به علاوه یک حبه سیر له شده به خوبی تفت بدید که رنگ رب باز بشه. من از برش های نازک دنبه استفاده کردم که تو فریزر گذاشتم. به صورت نازک برش بزنید برای تهدیگش. اگر هم نخواستید میتونید از نون و سیب زمینی برای تهدیگ استفاده کنید. بعد از اون هم برنج رو آبکش میکنم و بعد از اینکه سس رو روی دنبه ها قرار دادم گوشت ها رو از فریزر در میارم، پلاستیک رو از روش ور میدارم و توی قابلمه ام برمیگردونم. دوباره یک لایه از سس گوجه‌م رو روی گوشت قرار میدم، به خوبی روی گوشت پهنش میکنم و از دو تا پیاز بزرگ به عنوان پیازداغ استفاده کردم درست کردم و پیازداغ و یه لایه روی اون قرار میدم. به دلخواه برای چسبندگی دو لایه گوشت میتونید از پنیر موزارلا استفاده کنید و لایه آخر که گوشتم هست روش قرار میدم و دوباره سس و پیاز داغ یا پیاز کاراملی. بعد از اون هم میره روی حرارت که یه کمی گوشت پخته بشه و این مواد نشست پیدا کنه. بعد از اینکه کمی مواد پخت و مواد نشست پیدا کرد، گوشت خودش رو کمی جمع کرد، برنج آبکش شده رو اینجا دیگه باید بهش اضافه کنم. این دیگه میره روی حرارت تا دیگه برای خودش کاملا دم بکشه با حرارت خیلی خیلی کم و شعله پخش کن. بعد از اینکه هم برنج بخار کرد من 50 گرم کره رو ذوب کردم بهش اضافه میکنم. این پودر گل محمدی و دارچین که خوش عطرش میکنه. 10 دقیقه مونده که دم بکشه زعفران هم بهش اضافه میکنم و دیگه کباب دیگی ما به همین راحتی و خوشمزگی و واقعا متفاوتی آماده میشه. بسیار لذیذ و خوشمزه هست. برم که تستش کنم. فوق‌العاده خوشمزه شد. شبیه همون کباب تابعیه اما با یه مقدار تست متفاوته. دوستان گرم لایک و کامنت برای حمایت فراموش نشه و اگر که تا الان سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید، زنگولش هم روشن کنید که هر ویدیویی میذارم سریعا بتونید ببینید. تا یه ویدیوی دیگه خدافظ.